16 مهر ماه 1395 خورشیدی و 7 اکتبر 2016 میلادی. دادگاه پرونده کلاهبرداری کلان سه نماینده مجلس در جریان پروژه مسکن کوثر این روزا برگزار می شود. امشب در صفحه آخر به همین موضوع می پردازیم. با پرده آخر در آخر برنامه. سال 85 تو مجلس هفتم یه طرح ساختمانی قرار میشه راه بیفته برای 360 مسکن نماینده و کارکنان مجلس. 358 نفر عضو میشن در جایی که حدود 70 تاشون نماینده مجلس بودن، بقیه کاسب و دربون و دفتردار و خبرنگار و خلاصه ربطی به نماینده ها مستقیما ندارن و الزاما کلاهی ازشون برداشته میشه که آدم حیرون میمونه. قرار بوده همه واحدها با پول اولیه که حالا خواهم گفت سال 86 یه سال بعد تحویل صاحباش داده بشه. هنوز دارن صاحباش میدونن بیشترشون. بذارین قبل از اینکه برگردین سراغ این پرونده، چون قبلا هم بهش پرداختیم البته به بخش هایی از اون، یکی دو نکته بگم درباره مؤسسه های مالی و اعتباری و تعاونی های مسکن و این نون دنیایی که امروز ده ها هزار تاشو داریم میبینیم که دستشون تو جیب مردم. خلاصه مردم میرن پول تو مؤسسه های مالی و اعتباری میذارن، بلکه بعد یه چند سالی اونقدی بره روش که بتونن با اصل پولشون رو همدیگه پیش قسط یه خونه رو بدن. کیا اینجور جاها سپرده گذاری میکنن؟ پولدارا که یا خودشون از این مؤسسه ها دارن یا اگه بخوان با پولشون به اصطلاح کار کنن خب میرن بورس بازی میکنن، قرض میدن به همین مردم بدبختی که بانک هم بهشون قرض نمیده و نزولشو میگیرن، نزول خوری میکنن و میدن به همین مردمی که به هر دری میزنن تا بتونن یه زندگی آبرومند واسه خودشون و خانواده‌شون جور کنن. رسما همیشه دولت ها همشون و این دولت و مشخصا بانک مرکزی که متولی مجوز دادن به مؤسسه های مالی و اعتباری و بانک هاست، رسما اعلام کرده که هیچ مسئولیتی در قبال مؤسسات مالی غیر مجاز ندارد. مردم خب نرن پول بذارن تو اون مؤسسه ها. چند تا اینا تو مملکت؟ مثلا یکی دو تا. حدود 6000 تا 7000 مؤسسه مالی و اعتباری. محترمانه میگن در فضای رانتی و پارتی بازی حکومتی به وجود اومدن بدون مجوزن همشون. خب چرا نمیبندنشون؟ هر روزم چرا بیشتر میشن؟ یه جوری انگار همه چیز آزاد و آزادی بی بند و باریه به قول آقایون و نمیدونم بیدر و پیکره و خب هر کی هر کاری میکنه و اینا هم رفتن مؤسسه مالی اعتباری زدن و کسی نمیبنده و هر کی. آقا جان تو این مملکت تو باغ یه دهی میرن عروسی میگیرن، همه دستگاه های نظارتی با شلاق و باتوم و اسلحه میریزن میگیرن میبندن تا اسلام نابود نشه یه وقت. چجوری میشه این همه به اصطلاح صندوق مؤسسه اعتباری غیر قانونی، یعنی از نظر قانونی دزد رسمی تو این مملکت فعال باشه که حتی تو صدا و سیما هم تبلیغشو بکنن ولی کسی کاری به کارشون نداشته باشه؟ من دارم کدوم مملکت اینجوری؟ ببین مثلا تو همین آمریکا اگه یه قلم فقط از این مؤسسه ها پیدا بشه مثلا روزگار طرف رو سیاه میکنن به جرم کار غیر قانونی، کلاهبرداری، پولشویی و غیره. تو ایران اقتصاد اسلامی اجازه همه این دزدی ها رو میده راحت. اون وقت میگن چرا وضع اقتصاد درست نمیشه؟ چرا مردم هر روز فقیرتر میشن؟ براتون بخونم یکی از خبر آنلاین. یکی از خوانندگان خبر آنلاین می نویسد بنده چند وقت پیش در یکی از مؤسسات مالی اعتباری که مدعی بود مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی گرفته سپرده گذاری کردم، اما اخیرا شنیدم این مؤسسه مجوز نداشته. بالاخره نهادهای نظارتی پس چه مسئولیتی دارند؟ ما چگونه متوجه شویم یک مؤسسه دارای مجوز از بانک مرکزی است یا خیر؟
در حالی که این مؤسسه های بدون مجوز به راحتی تبلیغات میکنن و کسی با آنها کاری ندارد. بعد ببینید روابط عمومی بانک مرکزی میاد جواب میده به این موضوع، خیلی مهمه ها، میگه بله به من اقعا فوش ندیم، پیداش کردم اینا هاش. جواب میده روابط عمومی بانک مرکزی به یه همچین وضعیتی و یه همچین گلمندی هایی که در مثلا خبر آنلاین شنیدی در رسانه ها انجام میشه. میگوید چندی است برخی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز فعالیت از این بانک، یعنی بانک مرکزی، با استفاده از عناوینی مانند تحت نظارت بانک مرکزی اقدام به تبلیغات وسیع بر روی بیلبوردهای مستقر در سطح شهرها، جاده‌های برون شهری، میادین شهری و شبکه‌های استانی صدا و سیما نموده و مردم را برای سپرده‌گذاری و یا اخذ تسهیلات از آن مؤسسات تشویق می‌نمایند. بدیهی است بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در قبال سپرده‌های مردم در این گونه مؤسسات ندارد. همین. نه متولی مملکت. تازه بگم ها، بعضی این مؤسسات مجوز بانک مرکزی داشتن ولی تو لیستی که دارین میبینین 22 دی 92 بانک مرکزی اعلام کرد، اعلام شد که اینها فاقد مجوز و غیر مجازن. مثلا ببینین حتی بانک مهر اقتصاد، بانک آینده، خب تکلیف مردم بدبختی که تو این دوتا بانک سپرده گذاری کردن به این دلیل که مجوز بانک مرکزی رو داشتن چیه؟ واقعا چیه جواب آخه؟ بعد این مؤسسه ها بعد از گرفتن پول مردم اعلام ورشکستگی میکنه. نمونش میزان که یه بار مفصل دربارش برنامه داشتیم، پشتش قوه قضایی است، مثلا دستگاه عدل اسلامی، دفترش تو ساختمان دادسرای مشهده. چقدر پول مردم خورد؟ 1,000,000 سپرده گذار بلا تکلیفی، قریب به 1,000,000 سپرده گذار با 32,000 میلیارد ریال سپرده، تعداد 1,000 کارمند و 110 شعبه در قالب تعاونی میزان موجب شده که بسیاری از مردم به ویژه در خراسان وضعیتی نامیزان پیدا کنند. یه بار شنیدین علم الهدا که نماینده رهبر معظم در خراسان رضوی است، از مؤسسه میزان و از این به خاک سیاه نشستن 1,000,000 سپرده گذار میزان اسمی بیاره؟ همشهریاش تو همه چی دخالت میکنه، اینقدر زور داره که تو مملکت بی قانون بگه کنسرت تو دومین شهر پر جمعیت کشور، کنسرت موسیقی نباید برگزار بشه، دولت هم بگه چشم برگزار نمیشه. تو همین استان خراسان سامن الحجج، مؤسسه اعتباری تعاونی مالی فلان سامن الحجج که رئیسش سید ابوالفضل میر علی است، چه بلایی سر مردم آورد. این میر علی رو حالا براتون میگم کیه، بعضی از هندبالی ها میشناسنش، مثلا رئیس نمیدونم هندبال کشور فلان، اینو از سبزوار شروع شد اونجا با این داستانا. ولی اول یه ویدیو ببینید از یکی از اعتراضای خیابونی مالباخته های سامن الحجج امسال 26 فروردین مقابل بانک مرکزی. چقدر سپرده گذار داره؟ حدود 2,000,000 نفر. دوم دی 94 ابلاغ می شود که مؤسسه مهرموم. 12 دی 94، یعنی 10 روز بعد، مدیرای مؤسسه میرن یه شعبه اضافه میکنن به شعب سامن الحجج. اینقدر خر تو خر مملکت. بعد از اعلام مهرموم 10 روز بعد میرن یه شعبه دیگه وا میکنن.
توکلی نماینده مجلس جیغش در میاد، میگه در سال 93 زمانی که بنده عضو شورای پول و اعتبار بودم پرونده سامن الحجج مطرح شد و مصوب شد این مؤسسه تعطیل شود، اما از تاریخ 10/4/93 تا به امروز این موضوع بلا تکلیف مانده است. چرا مصوب شورای پول و اعتبار اجرا نمیشه؟ 2 میلیون نفری که بعد بخشدن فلا سامن الحجج همه میشناسنش دیگه، مؤسسه گنده مالی. چرا بسته نمیشه وقتی اون تصفیف میکنه؟ عجیبه ها، نه؟ نه اصلا عجیب نیست، چون سید ابوالفضل میرعلی مدیر عامل تعاونی اعتبار سامن الحجج داماد نماینده رهبر در سبزواره، جناب حجت الاسلام ابراهیمی، برادر زنشم، یعنی برادر زن همون میرعلی ها، برادر زن سامن الحجج، برادر زنش که حجت الاسلام صادق ابراهیمی باشد، اخیراً شد امام جمعه موقت سبزوار. چی کار است این که شد امام جمعه موقت سبزوار؟ یعنی پسر اون ابراهیمی، جانشین اون موروثی شد امامت جمعه در سبزوار و احتمالاً جای باباشو میگیره میشه امام جمعه دوم و نماینده رهبر. اینا چرا؟ ایشون یعنی همین صادق ابراهیمی بیش از 8 سال دادستان ویژه روحانیت 4 استان غربی کشور بوده و همکنون معاون دادستان ویژه روحانیت تهران است. خیلی مونده، حالا سرتون هنوز نکوبین به دیوار. اینا میلیون میلیون آدم بدبخت میکنن. حالا این صندوق ها بعد ببینین واقعا شرم‌آور این جلسه هایی که میذارن و تصمیم میگیرن مثلا آه این مؤسسه دزده بگیرین ببندین، یارو هم گرفتن ها، یه چند روزی هم زندان بود و فروردن شد، بگیرین ببندین فلان بکنین ها، تهش چی؟ مؤسسه میزان رو چند نفر از اون 1 میلیون نفر پولشون رو دادن تالا که پارسال اعلام کردن که قائله تمام شد، قائله یعنی اعتراض بدبختایی که پولشون سوخته بود. حالا این صندوق ها و تعاون یا و مؤسسه های مثلا خصوصی، اینا غیر دولتی هن مثلا، که اینه وضعشون، دولتی ها و سپاهی ها و ارتشی ها هم همین اوضاع، هر جا پول باشه سر مردم کلا میره با یه همچین سیستمی، توی همچین سیستم. مثال بزنم ببینین، ارتش میدونین دیگه یکی از جاهایی که تو همه جای دنیا به کارمنده و پرسنلش میرسه، همینجا میگن وضع ارتشی ها بد نیست و فلان، مثلا مزایا دارن فلان دارن، بانکشون فلان، فقط در جمهوری اسلامیه که این یه استثناست. ببینید دیگه، حالا همین 12 مهر چند روز پیش تجمع پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه 12 مهر 95، این دوستان که میبینی همه به خاطر اعتراض به تعاونی مسکن پرواز، به خاطر اختلاس اینجا جمع شدن. آقا بیا جلو. این اعتراض پرسنل نیرو هوایی پایگاه 4 شکاری دسفول به خاطر اختلاس تعاونی مسکن پرواز بابت زمینای لشکر اهواز، حضرات 3 سال پیش از پرسنل پول گرفتن برای یک تعاونی مسکن، بعد پولا رو بالا کشیدن، نه از تعاونی خبری هست نه از مسکن خبری هست. اینا رو بذارین به یک واقعاً ها بذارین جلوی یک اقتصاددان یا جامعه شناس توی کشورهای غربی، احتمالاً میده اینا رو به یک کارتونیست کاریکاتوریست بشینه، نمیدونم انیمیشن کارتون و کاریکاتور این ماجرا. ارتش وضعش اینجوری باشه، پرسنل ارتش دیدین دیگه، افسران ارشد هم اونجا ها میچرخیدن، خودشون هم بدبخت بودن. یا مثلا شرکت نفت، باز ببینید تو ایران از قدیم معروف بوده که شرکت نفت وضعش خیلی خوبه دیگه، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، بیمه و مزایاش عالیه، کارمندا شرکت نفت وضعشون خوبه، از این حرفا.
همین سه شنبه پیش تجمع در مقابل شرکت نفت. 800 خانوار در سال 90، 5 سال پیش، به تعاونی مسکن ادارات مرکزی شرکت نفت مبالغی را از 100 میلیون به بالا پرداخت کردند تا ظرف 3 سال خانه های خود را تحویل بگیرند و امروز پس از گذشت 5 سال حتی کلنگ این پروژه ها که قرار بوده در شهر زیبا، کیاشهر و چیتگر اجرا شود زده نشده. طبق گفته این شاکیان زمین های این پروژه سند ندارد. آنها نامه‌هایی برای وزیر ارسال کردند و او اعلام کرده است که این تعاونی جزء وزارت نفت نیست. سوال شاکیان این است که اگر تعاونی جزء وزارت نفت نیست، چرا اسم آن ادارات مرکزی نفت است و قرارداد با ما در سال 90 در ساختمان شرکت نفت بسته شد و در طبقه هشتم ساختمان شرکت نفت؟ سر گردن است مملکت. اینا رو ببینیم، به اونا نمونه گفتم تا گفته باشم که میلیون ها آدم مال باخته نیازمند هستند که همچنان دارن دنبال پولشون میدوند که حاصل عمری زحمت بوده و حکومت و اطرافیاش خوردن دیگه. اگه امشب میپردازیم به پروژه مسکن کوثر که پایش تو مجلس هفتم گذاشته شد، حدود 3 ماه پیش یه بار نکاتی رو از این پرونده گفته بودیم، اشاره کردم. نه به این دلیل است که واقعا به این دلیل نیست که به این 3 نفر بگیم چرا پول نماینده های مجلس رو بالا کشیدین، که معلوم نیست خود اون نماینده ها پول کیا رو بالا کشیدن. برای اینه که ببینیم پشت یکی از کلاهبرداری های کلانی که این 3 نفر کردن و حتی از بعضی از حکومتی ها کردن کیا هستن. داستان فقط این نیست که 3 نماینده مجلس سر 400 تا آدم کلا گذاشتن که 70 تاشون از فریب خورده ها یا همکاراشون تو مجلس بودن، نماینده بودن یا کارمندای اون مجلس بودن. داستان این است که این مال باخته ها وقتی میرن وکیل میگیرن، دستگاه عدل اسلامی وکیل رو براش حکم زندان میبره. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. اینه که میشود دلیل برای اینکه آدم کنجکاو بشه بره دنبال قضیه. ببینین 14 یادتونه دیگه، من اینجا اینم اشاره کنم بعد بریم جلو، یادتونه دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده های قتل های زنجیری در دهه 70 وقتی که خیلی دنبال کرد قضیه رو، رفتن مشروب گذاشتن تو دفترش، همه اینا رو مستند در برنامه ها گفتیم. خود دکتر زرافشان هم آمد صحبت کرد و در این باره به هر حال بعد رفتن گرفتنش، هم به جرم افشای اسناد نمیدونم مملکتی و محرمانه و این داستان، مشروب خاری، از این داستان ها، اسلحه گذاشتن تو دفترش به جرم اسلحه داشتن و اینا. گرفتن بهش، اول 10 سال زندان دادن، بعد کردن 5 سال. 5 سال تو زندان بود دکتر زرافشان. به جای قاتلای زنجیره‌ای دکتر زرافشان زندان بود. حالا اون ماجرای مسگر و شوشتر که گفتم الان حالا درباره علمی و اینا پیش اومده. به هر حال ببینید 14 مرداد 95 سرانجام دادگاه بررسی کننده پرونده اکبر علمی که با انتشار خبر 3 نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند در سطر محافل خبر ایران و رسانه‌های غربی قرار گرفته بود، حکم خود را صادر کرد. محکومیت اکبر اعلمی به 1 سال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی. حالا این اعلمی تو این وبلاگ کوثر هست، حالا می‌بینین این اعلمی حدود 200 میلیون تومان خرج کرده و نگرفته هنوز از این موکلشون. 40 میلیون ریال هم اینجا باید بده به دادگاه قرار جمع وکالت. به هر حال چرا اینجوریه؟ چرا داستان اینه؟ چرا وکیلی که میاد دفاع میکنه و به جای اینکه بیان بگن آقا استدلالات غلطه فلان، میگیرم این دادن سند، چرا اینجوریه؟ چون توی این مملکت تو باید بیش از اینکه استدلال و سند و شاهد داشته باشی، حامی دمکلوف داشته باشی، وگرنه پشتت خالیه. اعلمی و مجتهدزاده تو جلسه دو تا وکیل تو جلسه تلفیق مجلس
و در کمیته نظارت بر عملکرد هیئت سه نفره پروژه مسکونی کوثر با رأی و امضای بیش از 80 نفر انتخاب می‌شوند که برن دنبال احقاق حق. شاکی ها کیان؟ من فقط اسم چند تا سرشناس تریناشون رو میخونم تا بدونین که همین آدم هم. یعنی اولا تعجب میکنم که اینا شاکیان و نمیتونن بگیرن حقشون رو. واقعا اینا اگه عرضه حق شخصیش گرفتن، حق شخصیشون رو ندارن، کجا باید حق مردم رو بگیرن توی خانه ملت به اصطلاح. اینا به هر حال تو حکومت هم قدرت دارن، پول دارن، اما وقتی آدم پرونده رو میخونه میبینه حق الوکاله که نمیدن، از قدرت و نفوذشون هم نمیتونن استفاده کنن تا جریان پرونده مثلا درسته بشه. حالا اینا رو توضیح میدم. بذارین اول اسم چند تا از این سرشناسا رو خدمتتون عرض کردم بخونم که اون نامه رو امضا کردن، یعنی اینا رو به عنوان وکیل اعلام کردن و انتخاب کردن که شکایت کردن از نماینده مجلس کوهکن ندیمی برزگر به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده. عبدالرضا مصری، این گزارش همون جلسه تلفیقی که عکسشو دارین میبینین که رسانه‌ها منتشر کردن. خب امضاها کیان؟ عبدالرضا مصری وزیر تعاون دولت احمدی نژاد و عضو هیئت رئیسه مجلس‌های 8 و 9. حجت الاسلام موسوی نماینده سابق رام هرمز و مستشار کنونی دادگاه‌های تجدید نظر تهران از طرف خودش، همسرش و فرزندانش. اینا جزء اون پروژه‌ن دیگه، واحد خریدن. محمد رضا تابش خواهرزاده خاتمی، محمد خاتمی نماینده اردکان در مجلس و برادراش. سید احمد آوایی نماینده سابق مجلس و معاون فعلی وزیر صنعت و معدن و تجارت. یوسفیان ملا نماینده ظاهرا پرقدرت مجلس. حجت الاسلام حسن صبحانی نیا عضو رئیس مجلس 8 و 9. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس 9 و 10. جواد جهانگیرزاده عضو رئیس مجلس 8. فاطمه رهبر نماینده تهران در مجلس و همسرش. و گاهی البته اینا میان نامه‌های این ور اونور می‌فرستن، خیلی به ندرت که خب مثلا حقمون چی شده اینها. اما میگم که هیچ جوابی نه اینا تکونی خوردن حسابی، نه جوابی به این پرونده داده شد. همین سال 93 همینا یه نامه نوشتن به لاریجانی رئیس قوه قضاییه. تمام داستانو تو این نامه توضیح دادن که من این نامه متول براتون نمیخونم که حوصله‌تون سر بره. اینم امضاهاست که عرض کردم. دکتر محمد دهقان هم عضو رئیس مجلس اولین کسی است که امضا کرده و شیخ صادق لاریجانی هم که عرض کردم اینا به همه چیز کار دارن به جز چیزایی که باید بهش کار داشته باشن. این نامه مستقیم رفته بهش، هیچ جوابی هم نیامده. خب ببینید، گفتم حدود 3 ماه پیش به یه مقدار از پرونده پرداختیم که روی وبلاگ کوثر آمده است و این وبلاگ مدام هم به روز میشه، مطالب و اسنادش. و این خبرگزاری کار خبرگزاری ایلناس، اون وبلاگ رو اگه دوستان بتونن که پخش بکنن، هم آدرس رو این زیر و هم خود وبلاگ رو نشون بدیم بسیار عالی میشه، چون میتونن احیانا بینندگانی که علاقمند در این موضوع رو با جزئیات دنبال کنن. تمام جزئیات شاید بتونم بگم بیشتر اسناد واقعا در این وبلاگ هست و به روزم میشه. باری بعد ما اون برنامه رو بله همین وبلاگ ما اون برنامه رو که پخش کردیم، بعد یه دز شوکات پرونده کوثر تماس گرفتن، نامه ها و اسنادی رو برامون فرستادن که ببینید روابط پشت پرده رو روشن‌تر میکنه، به اجمال تحویل ما میده که قضیه چیه، فارغ از جزئیات ارقام و اعداد و نمیدونم اسناد دادگستری و این داستانا. متهمای اصلیش کیان؟ مختصر مروری میکنیم و میریم جلو. محسن کوهکن 59 ساله نماینده مجلس 10 همین مجلس، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که محمد رضا باهنر دبیر کلشه. محسن کوهکن قبلا هم تو دور 4 و 7 نماینده مجلس بود، قبل از انقلاب نماینده حزب رستاخیز در لنجون اصفهان بود. محسن کوهکن 10,000 متر زمین زرایی اطراف جاده مجتمع فولاد مبارکه اصفهان خریده، زمینا رو صاف کرده، تغییر کاربری تجاری گرفته. چی جوری؟ قانونا من میشه زمین زرایی رو تغییر کاربری داد؟ قانون به صراحت میگه ممنون. این چجوری این همه زمین زراعی رو با مجوز صاف میکنه واسه ساختن دکون مغازه و مال و غیره؟ رانت، خدا حفظش کنه. برادر محسن کوهکن رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران،
امیر کوهکن ریزی، این شخص متهم دیگر ایرج ندیمی، ایرج خانم 59 سالشه مثل کوهکن، اسمش هم یه خورده براش مسئله بود. حاج ایرج همچین یه خورده سه دیگه، خب ناجوره. سال 92 میره شناسنامه‌شو عوض میکنه، اسمشو میذاره ابوذر. نعیمی دیگه ایرج نیست، ابوذر ندیمی، ندیمی ببخشید. ابوذر ندیمی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم بود. اون موقعی که ایرج بود. واقعا میگم ایرج بود، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم بود. بعد برای مجلس هشتم شورای نگهبان ردش کرد. اشاره قبلا من کردم تو این برنامه. ایرج هم مثل اسمش که راحت عوضش کرد، موضع سیاسیش هم عوض کرد تا شورای نگهبان قبولش کنه. یعنی هم اسمش رو عوض کرد، شد ابوذر، هم شد اصولگرا. شورای نگهبان تاییدش کرد برای مجلس نهم، رفت تو مجلس، شد عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت. چون واقعا رهرو ولایت سینه زن و نوه خون قدری هم هست تو محلش. برای مجلس عکسش رو پخش کردیم، اون اگه الکی میگه هفته پیش سه ماه پیش که برنامه داشتیم پخش کردیم عکسش رو، بعد صدای نوه خونیش هم رو شبکه مجازی هست. حالا دیگه میگم چون فرصتی است با همه اینا رو دوباره نیاوردم که دوباره خدمتتون عرضه کنیم. به هر حال این شخص همین آقای چی شد، ایرج نه ابو بله ایرج ابوذر شده ی ندیمی، ایشون برای مجلس دهم هم تایید شد اما رأی نیاورد. ایرج ابوذر شده ندیمی اصلاح طلب اصولگرا شده، رأی نیاورد، نشد بره تو مجلس. چی شد؟ شد مشاور آقای محمد نوبخت، سخنگوی دولت تدبیر و امید در سازمان مدیریت دولت تدبیر و امید. ببینین اینا کیان دیگه. متهم دیگر پرونده، طاهر آقا برزگر تکمه‌داش، نماینده اصولگرای بستان آباد و آذربایجان شرقی در سه دوره مجلس پنجم، ششم، هفتم. ببینین این قیافه رو که میبینین فکر نکنید خیلی آدم مظلومی و اینا. من تو جریان گزارش خدمتتون عرض میکنم که چه شاهکارهای ایشون به خرج شده. حالا تو مجلس هفتم سال 85 گفتم طرح مسکن کوسر را میفته، کوهکن و برزگر و ندیمی، یعنی یه اصولگرا کوهکن، یه اصلاح طلب اصولگرا شده یعنی ندیمی، و یک اصلاح طلب، اینا میشوند چی؟ یعنی تعادل دقیق رعایت شد. این سه تا تو مجلس هفتم ظاهرا میشن نماینده از طرف 360 نفر که برن یه زمینی بخرن و توش کار ساختمونی بکنن، یک ساله تحویل بدن. این که من میگم ظاهرا میشن نماینده پروژه مسکن، برای اینه که نه انتخاباتی در کار بوده نه گزینش. کوهکن به عنوان کارپرداز مجلس هفتم خودشو به عنوان متولی تأمین ساختمان پروژه به صورت تعاونی مسکن معرفی میکنه. بعد چرا ملت قبول میکنه هم چیزی رو؟ کسی هم شک نمیکنه؟ ابدا نمیشه شک کرد. یکی از کسایی که برامون یه تعداد از اسناد پرونده رو فرستاده میگفت، میگفت چون هم عضو هیئت رئیسه مجلس بود این آقا، هم کارپرداز مجلس بود، هم خیلی علنی رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس، یعنی حداد عادل و محمد رضا باهنر پشتش بودن، حمایتش میکردن، ما فکر میکردم از طرف هیئت رئیسه مجلس مسئول تشکیل تعاونی مسکن شده. حتی اینا میرن به اسم همین شخص، میره به اسم تعاونی مسکن حساب با میکنه، تعاونی مسکن مجلس که اصلا وجود نداره تا امروز، میره حساب با میکنه تو شعبه بانک ملی شعبه مجلس. هیچ وقت نه تعاونی شکل میگیره نه دفتر و دستکی داره، اما حساب سر جاست و کار میکنه. بعد خود این آدم یعنی محسن کوهکن که اینجوری میشود بگیم با حق بازی دیگه، این داست با برنامه حداقل دیگه، میشه رئیس پروژه‌ای که واسش کیسه میلیاردی دوخته، همین آدم که داداشش رئیس دادگاه تجدید نظر تهرانه، میره دو تا آدم دیگر رو میاره تو کار، با ایرج ندیمی و برزگر تکمه‌تاش صحبت میکنه، قرارمدار میذارن به عنوان هیئت امنای پروژه مسکن کوثر، خودشون با خودشون اسمشون رو میزنن این بر اون بر. واقعا به همین هپلی هپویی، هیچ انتخاباتی هم در کار نبود. نفری 22 میلیون تومان واسه واحدهای 78 متری میگیرن، نفری 42 میلیون تومان
واسه هر واحد 156 متری چند تا واحد باید میساختن؟ 360 واحد توی 9 تا طبقه. چند تا ساختن؟ 440 واحد با دو طبقه اضافه. با کدوم پول؟ با پول همون آدم ها، با پول سهامدارا مثلا که بازم البته ازشون گرفتن. برای مثال همون اول اعلام کردن واریز مبلغ فوق به حساب مذکور، یعنی همون حساب مجلس، تا خرداد 86 است و هر کس تا این تاریخ سهم خرید زمین واریز نکنه از مشارکت در پروژه حذف خواهد شد. بعد خرداد 86 چی میشه؟ وقتی همه پولا رو میگیرن تا اون موعد مقرر و اونا میگن آه خب فرصت خوبیه، اینقدر ارزون این پول سهم اولیه، اصلا هیچی نیست، چیه مثلا بدیم و صاحب خونه بشیم و جای به اون خوبی تو سعادت آباد اینا. خب چی میشه؟ پولا رو میگیرن، بعد میرن سند رو میکنن به نام خودشون بلا فاصله. 21 خرداد 86 ندیمی و کوهکن و برزگر تیکمتاش کل سندی که به نام 360 نفره به اسم خودشون میکنن، خلاص. فقط 15 هنوز هم اسم خودشونه، فقط 15 میلیون تومن ماهانه هر کدوم از این ستا میذارن جیبشون به حساب مدیریت پروژه. حالا اون واحدهای اضافی که رو دو طبقه اضافی ساختن و واحداش پیش فروش نشده به هیچ کدوم از اون 360 نفر اول، اما با پول اونا ساخته شده، اونا رو چیکار میکنن؟ میفروشن، نصفشم فروختن، گذاشتن به حساب شخصی بدون اطلاع و اجازه این سهام داره. مگه میشه تو روز روشن علنی؟ ببینین، یکی از سهامدارا میگفت آقا ول کن، گفت چیزی از این پرونده در نمیاد، وضعو داریم میبینی دیگه، اینا همه با همن. همین محسن کوهکن وقتی میاد، مثال ها جالبه اینو ببینین، واقعا میشود همه چیز و همه چیز بس کرد. وقتی میاد این محسن کوهکن اخیراً علیه علی مطهری حرف میزنه، به این دلیل که مطهری بعد از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری با هیئت مرگ تابستان 67 از هیئت مرگ و مشخصا پور محمدی خواست که بیاد توضیح بده که چه گذشته در قتل عام تابستان 67، یادتونه دیگه، همین دو ماه پیش، یه ماه، دو ماه پیش. بعد کوهکن میاد تو مجلس به عنوان رهرو و ولایت یقه علی مطهری رو میگیره، میگه حق نداری از این حرف رو بزنی تو مجلس. خب کسی کاری به کارش نداره دیگه، هیچ، حضرات همه جوره حمایت چند میکنن. این اون تیکه کوهکن رو بشنوین برمیگه. دولت در هفته‌ای که رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقین به شهادت رسیدند، ما مطالبی رو بگیم یا نامه‌ای رو بنویسیم که در چنین شرایطی اذهان عمومی رو از مسئله اصلی که پرداختن به خدمات دولت محترم، پرداختن به اصل اتفاقی است که منافقین توی این کشور انجام دادن و ده ها هزار نفر رو شهید کردن و این موضوعی است در نظام که اصلا سیاسی و گروهی نیست، فراکسیونی هم نیست، ما بیاییم مطالبی رو بگیم که به نوعی دیگران برداشت بکنن که رفتار و گفتار و آنچه که مورد نظر حضرت امام بوده زیر سوال ببریم. اگر یک بیتی که سالها فتنه‌گری کرد و خون به دل امام کرد نامه می نویسه، فایلی رو منتشر میکنه، بعضی از اقدامات دیگه، نامه های دیگه و گفته های دیگه رو دشمنان ما در کنار او قرار می دارن و تفسیر خودشون رو میکنن و شاید هم خدای نکرده شما رو متهم بکنن به مسائلی که من میدونم در وجود شما نیست. ببخشید. بله، علی مطهری هم البته علارغم داد و بیدادهای بعدی این شخص و بعد یکی دو تا حامیاش جوابش هم همونجا داد. علی آقا مطهری که کم نمیاره تو جواب دادن. من فقط خواستم بگم اینا همه چیز بر وسیله است براشون، واسه رسیدن به معبود، پول بیشتر، قدرت بیشتر. ببینید چه راههایی میرن واسه کلاهبرداری. 11 حساب بانکی دارن، رسما رفتن حتی تو بازجویی ها میگن که، یعنی در رسمی به قوه قضاییه میگن، میگن ما یه حساب بیشتر نداریم.
میلیاردها تومان سرمایه های پروژه رو هر طوری که میخواستن تو این 11 حساب جابجا کردن و استفاده کردن، اما فقط یکی از حسابا رو به اعضا اعلام میکنن. گفتم تو بازجویی، بازجویی تاریخش هست 21/3/92، تو اون بازجویی، تو اون بازپرسی در واقع در حضور بازپرس حسینی میگن ما یک حساب بیشتر نداریم و همه دریافتی ها رو تو همون حساب واریز کردیم. حالا ببینین این سند رو تا خدمتون عرض. بله ببینین این 11 حسابیه که عرض میکنم، فقط یکیشو که تهش چهار شمارهیه، اگه بتونین ببینین چهار شماره بانک ملی سپرده فلان فلان فلان، اولی بانک ملی شعبه بهارستان جاری شماره 2040، همه فقط به سهامدارا میگن ما این حسابو داریم، بقیه حسابا رو نگاه کنین، بانک اقتصاد نوین، بانک اقتصاد نوین، مؤسسه اعتباری کارسازان شعبه جیهون، بانک ملی شعبه بهارستان، بانک ملی، تمامش با شماره حساب و اینها همه رفته است. بعد میبینین دیگه پولایی هم که توشه، بعد اینا تازه رفته داده شده است به بازپرس. تو پرونده هستین، یکی یکی ببینین دیگه، ببینین که بعد برسین به افتضاح قوه قضاییه دستگاه عدل علی، ببینین که چجوری نگاه میکنه. همین همینی که نشون دارم توی پرونده هست، هیچ فاکتوری هم نمیدن بهش. اینا حسابایی که این سه نفر کوکن، برزگر، ندیمی دارن به حساب، به اسم پروژه کوثر که به اسم خودشونه، دیدین دیگه اسم صاحب حسابا، اسمای مشخص خودشونه، مال شخص این سه نفره. پولا اینجاست، 11 حساب بانکی بدون اطلاع اعضای پروژه، کل واریزی های اعضا تو همین حساب هست. اما حیرت انگیز اینه که این ببینین این مال گزارش کارشناس هست، نوشته این سه نفر صورت حساب های بانکی مربوط به حساب های 4005، 80001 و 3009 ارائه نشده است. خب صورت حساب ها رو نمیدن، حتی به کارشناس ها نمیدن، گردن کلوفتیه دیگه، نمیدن، کسی هم نمیتونه ازشون بگیره حساب کتاب بکنه. این گردن کلوفتی رو جاهای دیگه هم دارن، مثلا ببینید در صفحه 80-81 که گزارش کارشناسان اومده که نزدیک 18 میلیارد تومان هزینه ها فاقد سنده، یعنی حدود نزدیک 20% از کل هزینه های مورد ادعایی که شده از کوهکن، ندیمی، برزگر میگن شده، سند و رسید نداره. 18% تا 20% کل هزینه. بذار همینطوری بذاریم فهرستوار ببینیم این سه نماینده مجلس چقدر به جیب زدن. یک سندی هست درباره عوارض که اونم جالبه، نامه برزگر به من حتما باید اینو براتون بخونم. بله، نامه برزگر به منطقه دو شهرداری، 1 میلیارد تومان عوارض دادن برای مجوز ساخت واحد تجاری. بعد چی کار میکنن؟ یعنی با برنامه. این اول نگاه کنین ببینین، نوشته مجری طرح طاهر برزگر. تو بعد براتون بگم که این مجری طرح نوشتن، مجری طرح پروژه مسکن نمایندگان مجلس. خب 1 میلیارد تومان دادن عوارض، بعد میرن ساخت و پاخت میکنن با شهرداری، میگن ما نمیخوایم بسازیم، نمیسازیم و پولمونو پس میگیریم، عوارض رو پس میگیریم. خب 1 میلیارد، 1 میلیارد گم این وسط، 1 میلیارد تومان پس گرفتن از شهرداری. آقای حسینی بازپرس محترم شعبه 3 دادگاه کارکنان، دادسرای کارکنان محترم دولت، رفتین دنبالش ببینین 1 میلیارد تومان کجاست؟ اون 11 حساب بانکی رو رفتین دنبالش که حالا دادگاه کارکنان دولت میخواد حکم صادر کنه بر اساس گزارش شما؟ خیلی بیش از این حرف هست تو این پرونده. من تا فرصت دارم کوتاه تونتون بگم. ببینین یک جدول دیگری هست، به این جدول، جدول کوثر رو نگاه کنین. ببینین چند تا تکراری فاکتور زدن، نمیدونم میتونین پیدا کنین یا نمیتونین، نمیتونین بریم چون فرصت نداریم. اگه دوستان بله این نیست، خب این باز دوباره من باید خودم خدمتتون عرض کنم. بله بفرمایید. ببینید صورت وضعیت علی مراد آلایی تاریخ که 9/5/90، خب تعمیر تاور،
تاریخ کیه؟ 9/5/90. چقدر همونجا نگهر دارین ببینین چقدر زدن دقیقاً قیمتو. فقط اون صفحه آخر که یعنی شماره فاکتور صفحه است فرق میکنه، 65-32-55-5، ولی دقیقاً قیمتو یعنی به هر چیزی دوبله. اینجا هم که اومدن فاکتور بدن اینجوری دادن دوباره به همون صورت. تاریخ دیگری 2/3/3/90 هست، باز دوباره صورت وضعیت علی مراد آلایی تاور تعمیر، دوباره همون قیمتو. تمام اینا رو ببینین در آوردیم، تیکه هایی است که دبل، دوبل، چه میدونم دوتایی، دو برابر، با همون اسامی، با همون شماره ها رقم های پرداختی ببخشید، با همون رقم های مثلا پرداختی، یه بار به اسم خرید سنگ زدن، یه بار به اسم پیمانکار بابت خرید سنگ زدن در یه تاریخ. این یه نمونه از پرداخت هاییه که دوباره تکرار شده. ببینین بازم بزنین بگم تا واقعا کله آدم سوت میکشه. ببینید چقدر فاکتور الکی زدن، 36 میلیارد ریال فاکتور زدن برای چند نفر که حقوق دادیم. یه دونه کارمند حسابداری، یه آبدارچی، یکی دو تا نگهبان و یه دونه انباردار. 36 میلیارد ریال، 55 میلیون تومان هم زدن علل حساب به این و اون دادن، علل حساب به این و اون دادن. یعنی چه علل حساب؟ 60 میلیون تومان هم بابت کمیسیون فروش واحدها خودشون برداشتن، خودشون بجز 2.5% که از اول بابت هر نقل و انتقال برمی‌دارن. که اگر 2.5% هر واحد آپارتمانو بیان بیان یه حساب بکنیم به طور متوسط، بگیریم 15 میلیون تومان بابت بیش از 100 نقل و انتقالی که میگیم 100 تا، میگیم از 400 واحد 100 تاش نقل و انتقال که در مجتمع انجام شده، میشه چقدر؟ 2.5% میشه 1.5 میلیارد تومان. اینا زدن به جیب. این دیگه خودشون میگن، میگن 2.5% برمیگیره. 1.5 میلیارد تومان زدن به جیب، به کسی هم حساب پس نمیدن. همین ندیمی و برزگر و کوهکن. ببینین درباره نقل و انتقال واحدها چند جور کلا برداری میکنن. یکی که همون اول 40 واحد آپارتمان رو با زیر نصف قیمت یا خودشون برمیدارن یا دادن به فامیلاشون. این فاکتور رو نشون دادیم، اگه یه بار دیگه هم بتونیم ببینین خیلی خوبه. ببینین 3 واحد به سولدا بیراک خواهرزن ورزگر، 1 واحد به فاطمه فدایی از نزدیکان محسن کوهکن، 3 واحد مستقل به محسن کوهکن خودش فرمی‌داره، 1 واحد شماره فلان به خسرو فدایی معرفی شده وسیله محسن کوهکن. همینجوری بیاین جلو، برین جلو این چند تاش کوهکن. چی جوری میتونن اینقدر بتازن؟ هر چی هم شکایت بشه و وکیل و برو بیا و جلسه و سند و فلان، بازم بتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن. خب حتما قبل از هر چیزی برای اینکه بازپرس باهاشونه، حسینی بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت چرا باهاشونه؟ بزنین چند تا نمونه بگم. یه آدمی که به عنوان دبیر و پیشکار این 3 نفر ندیمی و برزگر و کوهکن کار میکنه، آقای خلیل شیسیان. خلیل شیسیان تو مجلس 7 کارپرداز مجلس بود، از نزدیکای احمد جنتی بود و میگم که چیز بود دیگه، چی میگفتن بهش؟ کارپرداز، مشاور، چون گماشته، هرچی. این مال این 3 نفر بود. به هر حال الان هم همین شیسیان تو دبیرخانه مجلس خبرگان داره کار میکنه. تو بازجویی که ازش درباره بازپرسیایی که ازش درباره پرونده پروژه کوثر شد گفت ببخشید، علارغم اینکه کوهکن، ندیمی و برزگر اعلام کردند که زمین مجتمع کوثر را به قیمت متری 108 هزار تومان خریده اند، دروغ میگویند. در حقیقت متر مربع 45 هزار تومان خریدند. همون اول کار ها، یعنی بیش از 2 برابر گرونتر پول خرید زمین و حتی با سهامدارا حساب کردن. همون اول کلنگ زده نشده، بقیه ریختن جیبشون. خب این میشه کلا برداری حساب شده با برنامه دزدی، مافیا، چه میدونم، سندم درست کردن، تازه جعل کردن. تو منطقه 2 شهرداری تهران و تو یک دفتر صد. ببینین اینی که دارین میبینین بسیار مهمه، حالا من تون تون بعد میگم. اقرار مکتوب رئیس اسبق تعاونی منطقه 2 شهرداری در مورد قیمت واقعی زمین واگذار شده در حضور دکتر مهدی خزعلی که او هم ابتدا تاریخ تنظیم مبایعه سوری را فلان اعلام کرده است. به هر حال شاهد هم آوردن و این چیزیست که گفتم که میگه اینقدر بوده آقا جون من. خب بعد چه جوری جعل میکنن؟ یه دفتر ثبت اسناد تو منطقه 10 تهران
اونجا پیدا میکنه، پیدا میکنن که باهاشون کار میکنه. بعد اینجا بانک ملی شعبه مجلس توی بهارستان، ساختمونم که سعادت آباد منطقه دو شهر داری، خب هیچ کدوم اینجا نمیرن کاری بکنن، سند جلب بکنن، اینا میرن توی جنوب شهر، توی منطقه ده. هم دستاشون کیان؟ رئیس بانک ملی شعبه مجلس، درودیان و معاون صادقی. سید حسین ابراهیمی، رئیس وقت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه دو تهران، که دست خطش رو الان دیدین. همین الان ایشون یه شرکت ساختمانی داره تو سعادت آباد، خیابان سر و غربی، نبش خیابان مروارید، شماره 31. همین آقا. یه نفر دیگه، بفات الله صوفیان، یه دلال زمینه با پول بادآورده پروژه کوثر، حالا صاحب یه تولیدی هم شده. بعد آقای دلال وفات الله صوفیان ملکو میره میخره، خودش میخره، همون روز 14 میلیارد ریال گرونتر میفروشه مثلا به این سه نفر. ما به تفاوتش هم ستایی میخورم. چجوری در داستان سریع بگم؟ ببینین این سند واضح تر میکنه قضیه رو، این جعل سند رو مفصل توضیح دادم. ببینین هم زمین پروژه کوثر، هم تعاونی، چرا موندیم، هم تعاونی شهرداری منطقه دو تهران به عنوان فروشنده زمین، هر دو تو میدون سرو منطقه دو تهرانن. ولی کار جعل سند تو یک معاملات ملکی تو منطقه ده تهران خیابون کمیل انجام میشه، چون وفات الله صوفیان اینجا واسه جعل سند آشنا داره. سند جعلی خرید و فروش زمین درست میکنن، همونجا با 14 میلیارد ریال سود زمین در یک ساعت خرید و فروش میشه، همین، فقط رو کاغذ. 6 اسفند 85 و 14 اسفند 85 آقایون دوتا چک میدن به دلاله، همون وفات الله صوفیان، و درست یک سال بعد در 14 اسفند 86 از حساب پروژه کوثر برداشته میشه. این اسنادی است که نشان میدهد دقیقاً که چک ها به چه مبلغ و چه زمانی که عرض کردم تاریخش رو صادر میشه، دست به دست میشه در واقع. مثلا که چی بشه این وسط، همه اینا هم جعلیه. صوفیان زمین رو میفروشه با 14 میلیارد سود به این ستا، پول از کجا میارن؟ خودشون پول میدن به صوفیان بره زمین رو بخره بعد به خودشون بفروشه. همش رو از حساب تعاونی کوثر برمیدارن. نمیرین آقای حسینی بازپرس پرونده بخواین صورت حسابای اون 11 حسابو که با این همه سند واضحی که هست چیکار میکنین؟ آقای حسینی میگه قبوله که این کلاه، ببینین خیلی توجه بفرمایید به این موضوع آخر، میگه این کلاهبرداری و جعل است و اینا تو پرونده است و مورد تایید است که این کلاهبرداری و جعل است. یعنی چی؟ یعنی همون ماجرای 14 میلیاردی که زدم به جیب همون خرید. ولی چون این کلاهبرداری و جعل در سال 1385 رخ داده است، بنابراین مشمول مرور زمان شده و متهمین قابل تعقیب نیستند. خب باور کنیم، من هم چی بگم، بازپرس دستگاه عدالت جمهوری اسلامی دیگه. کلاه برداری مشمول مرور زمان می شود. چرا از بازپرس تو همین دادگاهی که برگزار می کنین آقای رئیس شعبه سه دادگاه کارکنان دولت نمی پرسین که کجای قانون نوشته شده است کلاه برداری مشمول مرور زمان می شود؟ مگه من نه اینکه تا 10 سال زندان در قانون شما پیش بینی شده جعل سند و امضا و کلاه برداری، که همش تو این پرونده با سند و مدرک هست. کلاهبردار کجان الان؟ یکیشون مشاور سخنگوی دولت آقای روحانی است، آقای ایرج ابوذر شده ندیمی. یکیشون نماینده خیلی اصولگرای مجلسه، آقای محسن کوهکن، که فیلمش رو دینی آقای علی مطهری گرفته بود سر کشتارا. یکی دیگه‌شون هم فعلا کاری تو مجلس دولت نیست. اما کوتاه بگم تو این یه دقیقه ببینین از کجا به کجا رسیده. برزگر تکمتاش تا قبل از اینکه بشه نماینده اصولگرای بستان آباد در مجلس ششم چیزی نداشت. موقع استیضاح عبدالعلی زاده وزیر مسکن تو همون مجلس ششم، میان به اصولگراها و میانه ها که میشن حدود 120 نفر باج میدن که او رو استیضاح بکنن. یک واحد آپارتمان در فاز 3 شهرک محلاتی مینی سیتی به عنوان حق و سکوت واگذار میکنن با قیمت بسیار کم، ناچیز در واقع. و همین برزگر به شهادت یکی از ساکنان همین پروژه، آقای اسماعیل حاجی رضایی، میگه اینو آدم حاضر و بالغ، همین برزگر پول پرداخت اقساط ناچیز همون واحد رو نداشت بده دهه 70
که بعد چند سال تونست تصفیه بکنه. همین برزگر تکمتاش نه فقط چندین واحد آپارتمان همکارای سابق خودش رو تو مجلس ششم تو مینی سیتی خریده الان، و نه فقط به همسر و بچه‌هاش و خواهرزن و برادرزنش تو پروژه کوثر چندین آپارتمان واگذار کرده از قبل اصولگرایی در کلاهبرداری، یه باغ 6000 متری خریده تو منطقه شهریار تهران. از کجا آورده آقای حسینی بازپرس، آقای رئیس دادگاه شعبه سوم کارکنان دولت؟ خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید. این شیره اومد یال و کوپالش رو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستا رو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستا رو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم پلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. وقتی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبنه رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باری کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. شب و روزگار خوش.